خودشیفتگی در کودکان. بسیاری از مردم بر این باورند که خودشیفته ها این طور به دنیا نمی آیند. روانشناسان از علت دقیق آن مطمئن نیستند، اما فکر می کنند کودکان به دلیل محیط اطرافشان این گونه می شوند. ما نگاه عمیق تر به این داریم که چه چیزی باعث خودشیفتگی در کودکان می شود. عناوین مهم در این ویدیو قرار ذیل می باشند. اختلال شخصیت خودشیفته چیست؟ بررسی خودشیفتگی در کودکان، دیدگاه روانشناسان در مورد آنچه باعث خودشیفتگی در کودکان می شود، یک ذهن منفی هرگز به شما یک زندگی مثبت نمی دهد، حقیقت سخت است. دیدگاه آخر، چرا کودکان خودشیفته بزرگ می شود؟ اختلال خودشیفته چیست؟ بیایید به تعریف بالینی اختلال شخصیت خودشیفته نگاه کنیم. این یک وضعیت سلامت روانی تشخیص داده شده است، نه فقط اصلاحی که بتواند آن را به آرامی کنار گذاشت. متخصصان سلامت روان به دنبال علایم مانند زیر هستند: تکبر، توجه طلبی مزمن، دستکاری، استحقاق، شیفتگی به سروت، قدرت و نفرت از انتقاد. تشخیص اختلال شخصیت خودشیفته در کودکان یا نوجوانان سخت است. در سنین پایین تر انسان ها همیشه در حال رشد و تغییر هستند. ویژگی های شخصیتی یا خودشیفته معمولا با افزایش سن بدتر می شود. بنابراین فقط به دلیل این که یک فرد احساس می کند همیشه نیاز به درست بودن دارد یا خودخواه است، این اعمال لزوما به این معنی نیست که او بیماری روانی دارد. بررسی خودشیفتگی در کودکان. یک مطالعه در علوم روانشناسی و روانشناختی توسط دانشگاه آمستردام در مورد خودشیفتگی در کودکان انجام شده. این مطالعه به تعیین سطح عزت نفس کودکان و دلیل مشارکت والدین کمک کرد. محققان به این نتیجه رسیدند که خودشیفتگی بیشتر با ارزش گذاری پیش بینی می شود تا فقدان صمیمیت والدین. دیدگاه روانشناسان در مورد آنچه باعث خودشیفتگی در کودکان می شود. روانشناسان موافق هستند که رفتار والدین بر رشد یک کودک خودخواه کمک می کند. این بدان معنا نیست که همه افراد توسط والدینشان خودشیفته خلق می شوند. برخی از روانشناسان معتقدند کودکان زمانی که والدین آنها را تحسین می کنند بیشتر ویژگی های خودشیفته را نشان می دهند. با این وجود دیگران فکر میکنند این ویژگی ها از عدم عشق و محبت است. یک ذهن منفی هرگز به شما یک زندگی مثبت نمیدهد. توجه به ویژگی های خودشیفتگی در کودکان مهم است. مراقب راههایی باشید که کودکان تمایلات خودشیفتگی را نشان ندهند. هنگامی که آنهاش را بر رفتار شایسته کردند، وقت آن است که وارد عمل شوید و به آنها نشان دهید که چی کسی رئیس است. همچنین ممکن است آنها پرخوشگر شوند، دوست ندارند اعتماد به نفسشان آسیب ببیند. هنگامی که آنها احساس شکست میکنند، اغلب خود را سرزنش میکنند. حقیقت سخت است. دیدن این ویژگی ها در کودکان میتواند سخت باشد. خودشیفته ها به ظاهر مخالف به نظر نمیرسند. آنها همونطور که شما فکر میکنید باید رفتار کنند. ممکن است به نظر برسد نیت های شخص درست است، اما همیشه یک زاویه دارد. آنها اغلب سرزنش را به گردن اطرافیان خود می اندازند. علاوه بر این آنها شما را با اعمال فرشته خود مجذوب می کنند تا بعدن چهره واقعی خود را نشان دهند. کودکان و نوجوانان اغلب این ویژگی ها را فقط به خاطر سنشون نشان می دهند. آنها ممکن است مشکل سلامت روانی نداشته باشد، اما فقط بچه های روزمره هستند. مهم است که در طول زمان آنها را از نزدیک تماشا کنید تا ببینید آیا شخصیت آنها به شیوه مثبت تغییر می کند یا خیر. دیدگاه آخر، چرا کودکان خودشیفته بزرگ می شوند؟
به طور کلی کودکان خودشیفته در صورت مداخله در سنین پایین می توانند تغییر کنند، اما تغییر دیدگاه یک بزرگسال بسیار سخت تر است. کودکان توسط کسانی رشد می کنند و یاد می گیرند که آنها را در طول زندگی راهنمایی می کنند. ستایش آثار هنری عجیب غریب آنها عالی است، اما به شرط اینکه کار را تا حد بی‌توجهی و تحسین بیش از حد فرزندان خود نرسانید. خودشیفته ها محیط نامساعدی را برای هر کسی که در مسیرشان قرار می گیرند ایجاد می کنند. بنابراین کار با کودکان برای اطمینان از مثبت و سالم بودن آینده آنها ضروری است. امیدوارم این گونه معلومات برایتان مؤثر تمام شود. لطفاً دیدگاهتان را با ما در زیر همین ویدیو شریک سازید. تا ویدیوی بعد در امان زندگی سالم و شاد بمانید.